بابایی؟ شام آماده است. بابا 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 میگم خیلی خوب شنیدم. شدی که از هیچ نجات غریقی هیچ کاری دیگه بر نمیاد. این مدت با این اتفاقایی که افتاده حسابی از درسام عقب افتادم. ببینم از مهتاب چه خبر؟ مهتاب خوبه، ولی من میخوام دیگه فقط به درسام فکر کنم. حوصله هیچ کس رو دیگه ندارم. این خیلی خوبه که شما میخوای به درست فکر کنی، اما فکر کردم به دیگران که اشکالی نداره. فقط خانم خانما حواست باشه، مهم نیست که به چی و کی میخوای فکر کنی، مهم اینه که درست فکر کنی. الانم تا فکرتو من خط خطی نکردم بهتره که برم. چی بپوشم؟ ها؟ چی شده بابا؟ من الان میخوام برم بیرون. چی بپوشم؟ ها؟ خب منم درس دارم دیگه. درس دارم. انگار دخترای مردم درس ندارن. بچه‌ی هم سن و سالشون تنهایی یه خانواده رو اداره. آی. اون وقت تو این ارزن رو نداری که دو تا تیکه وقت رو بندازی تو ماشین لباس شویی. وای که قرار نیست بشینی سر تشت. از بس هم غذای سوخته و تحریک به خورده ما دادی پاکی دل رو دم و چسبید به هم دیگه. از اون مادر خدا بیامرز جمع که چهار تا چیز یاد نگرفتی، فقط خوردی و خوابیدی. بگردی دنیا همینه؟ بخور و بخواب، بگرد و بچم. نه بچه جون، نه من باباتم که بهت میگم، فردا با توسری بهت میگم. مهتاب چرا نمیاد غذا بخوره؟ سر شب شامشو خورد خوابید، طفلکی بهتره حالش ازد. سلام. چهار تا سفارش انقدر باید طول بکشه؟ اولا چهار تا نبود و 40 تا بود. بعدش هم میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ میشه پول ما رو بدین؟ یه قسط موتور رو میدم، روتو کم کن دیگه. بسته دیگه، بیشتر میخوای؟ برو ببینیم. شام نمیخورم بابا، نمیخورم. به این پسره بگو عوضی یلگلی تنگلی خود موضوع به خواهرش باشه. این دفعه هرچی گفتن به خرجتون نرفت که حرف زدین. انشالله که مایه اعتبار عبرت شده باشه. ها؟ شام میخوای براش ببری؟ بله با اجازتون. نه نونور براش بیار تحویل بده. دیگه شام که باید بخوره. بفرم. بابا میدونستی چقدر داد میزنی؟ داد میزنم من؟ بله شما. شنده بودم روش عکس داره، ولی نیما چرا؟
منم تو همینش موندم. نیما بدون اجازه مامانم از خونه بیرونم نمیرفت. میگم نیما مرجان رو میشناسه؟ آره میشناسه. خواهی بگی مرجان اینا رو داده بهش؟ نه بابا، به نیما که نه. چی کار میکنی؟ بده من بنازمش تو دستشویی. حیف نیست آبچی، ما حالا با این کار داریم. به قول بچه ها میخواییم بیتر کنی. سهیلا نه ترس بابا، نمیخورمش که. پایسا پاشو نیم لازم نوز کنیم، الان زهی میخوره. پایسا مرجان وایسا. چیه؟ اومدی منت کشی؟ چی کار میکنی؟ نه ترس، با دماغت کاری ندارم، میخوام کیفتو بگردم. نه بابا، به چه مناسبت؟ اون قرصا رو تو دادی به مهتاب، الان داری بچه های دیگر رو محتاط میکنی. ببینم چیه؟ چرا ترسیدی؟ شما دوتا خول بودی، خول ترم شدی. ثابت کن ما خولیم. آره برسه که کاری نداره. چیزا میتونی یه دستی به من بزنی؟ فردا که رفتم پیش خانم فانیا گفتم چه چیزایی تو دست و بالتونه، وقتی میفهمی حالگیری یعنی چی. باشه مرمر خانم، شما برو بگو، ما میریم میگیم، ببینیم کی حرف کیو باور میکنه. به من نگو مرمر، سوخته دیگه. اگه رفت چغلی کرد معلومه بیگناهه. اون وقت ما جواب خلوصی رو چی بدیم؟ بگیم اینا رو از کجا آوردیم؟ نه ترس، چغلی نمی کن. الو بعد ببینمت. محسن من میگم کار واجب دارم، تو میگی ناهار نخوردم. بله به شما هم مربوط میشه. تو خدا فقط زود بیا. زحمت کشیدین اومدی. خواهش میکنم، فقط ببخشید تو رو خدا دیگه بعد موقع اومدی. اتفاقا خیلی هم به موقع اومدین، مهتاب خیلی خوشحال میشه. حالا زنده است دیگه؟ حالش بهتر الحمدلله. خواب که نیست. سلام. زیباترین گل دنیا برای مرمری ترین مرمرها، بفرمایید. محسن خوشت نیومد؟ اینو نگاه. محسن به خدا موضوع مهمه، یه دقیقه بشین کارت دارم. من چی بهت بگم خنگ، اونا میخواستن به رو دست بزنن. بعدش هم من فکر کنم کار نیما داداش نسرین هست، کار اونه، شک نکن. مگه اونم میخوره؟ مثل اینکه اون اول به من داد قرضو. پس اینا پروندهشون سیاهه. اوف ناجور. فردا به خانم فانیان لش میدم. بچه نشی این کارو کنی ها، پای جفتمون گیره. شما فقط یک کار میکنی اون زبونتو یکم کوتاه‌تر کنی همه چی حل میشه. آره من موندم این قرصا از دست نیما چجوری به دست اینا رسیده. سهیلا خود من اینا گفتی خلافه.
آوردیم بخوریم دیگه. خب حالا بذار خودش اومد. اومد. ببیش. چطوری؟ عزیز. خوبی. سلام. دلتنگ شده. جون نداره حرف بزنه. حرف بزن. بهتری مهتاب جونم. قد دلم برای تن شده. بشه. به به مسافر پرواز هپروت. چطوری توهمینا؟ آره خب توهمینا. بچه ها خیلی زحمت کشتیم. واقعا ممنون. این چه حرفیه؟ وظیفه‌مون بود قربونت برم. تازه دیرم اومدیم. حال اوضاع چطوره؟ متاسفانه زنده. این چه حرفیه میزنی مهتاب؟ واقعا باید خدا رو شکر کنی که همه چیز به خیر گذشت، وگرنه این بیابروش تا آخر اون با هممون بود. راست میگه دیگه. بفرماییم. دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشید. خواهش میکنم. چه زحمتی، خیلی خوش اومدی. ممنون. چقدر خوشحالم شما رو دوباره با هم میبینم. خدا رو شکر. خوشحال بودم. چرا اینقدر محجوب شدی؟ معذرت شدی. خجالت میکشم. مهتاب جان یه قرص برات آوردم. میخوری همچین حالتو خوب میکنه. سه سو تجا بلندت میکنه. طوری که بری دور این خونه رو سه دور بچر. های قربونت برم سایلا جون. به قول خودت چاکریم. حالا مواظب باش مثل مهتاب پرتاب نشی. من بچه راستی از مرجان چه خبر؟ ما هر چی میکشیم از این مرجان میکشیم. اگه اون این مهمونی را نمینداخت که تو اینجوری نمیشدی. حالا هی تو ردشو بزن، هی ردشو بزن. ولی مطمئن باشون بیچارم از آخر عاقبت این کار خبر نداشت. حالا واقعا مامان من همیشه میگفت آدم ها تا هزار تا بلا سرشون نیاد خیلی چیزا رو نمیفهمن. تو دوست خیلی خوبی هستی، چون با خوردن اون شربت پیش مرگ من شدی. ولی دیگه ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد جا خالی بدیم. نسرین نسرین چیزی نیست، نترس بابا جون، نترس. از شما میارم بابا. نه نمیخواد، راحت باش بابا جون. با این حال و روز و بازار کساد که دیگه اشتهایی برام نمونده. اینجور که شما میگین باید همشون آلوده شده باشن. همشون که آقا بفهمن پرتغال. متشکرم، زحمت کشیدی. میشه جان به خدمتتون عرض کنم که آخه پس چرا اون یکی قرص زیر پاش له میکنه؟ پس لااقل تعدادشون آلودن. حقیقتش اینه که آقای پویا من دنبال سرچشمه ماجرا هم. حالا نمیدونم سبا خانم دخترتون در این مورد چیزی بهتون گفته یا نه. منظور؟ همین در مورد دوستاش دیگه، همین قضیه قرصی که داره تو مدرسه دست به دست میشه. مطمئنم اگه چیزی میدونست حتما میگفت. مطمئنین؟ یعنی من بچه خودمو نمیشناسم؟ نه ولی واقعا تو این دور زمانم نمیشه بالاخره اطمینان مطلق کرد. اما من به بچه هم اطمینان کامل دارم. سلام. سلام، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. ممنون دکتره. خواهش میکنم. خدای نکرده جسارت نشه آقای پویا، من منظور بدی نداشتم ها، ولی نمیدونم تجربه بهم ثابت کرده که خیلی وقتا این اطمینان زیاد غفلت میاره. همین. شما چی میخواییم بگین؟ دختر منم توی این ماجرا هست؟ چیزی از اون دیدین؟ بگین، من گوش میکنم. اصلا شاید منظور من در مورد خواهر خودم باشه. میخوام بگم چی میشه که یه دختری که توی خانواده‌ای که همه دارن سعی و سلامت زندگی میکنه حتی یه نفر یه سیگار هم دستش نگرفته، بعد چی میدونم الان سر از بیمارستان درآورده، قرص مصرف کرده. من درباره تربیت بچه هام
همینقدر میدونم که مدیون مادراشونم، چه مادر خدا بیامرزشون و چه عاطفه که همیشه نه تنها مادر بوده بلکه براشون یک دوست بوده. دوستی باورتون میشه تا حالا نتونستم حتی یک لحظه با بابام دوستی بکنم؟ خودتون چی؟ خودتون برای این کار تلاشی کردی؟ دختره به من نرفته، یعنی به ما نرفته، به ما میرفت اینجوری عذاب در نمیبرد. یه مهتابی بسازم حالا ببین دیر میاد خونه. خیلی مهتاب ببینم چیکار میکنی؟ بهم گفتی چی باید بگم و چیکار کنم، اما نگفتی نقشت چیه. تو برو کارایی که بهت گفتم انجام بده، بعدن میفهم. حسام دیر برسی اینا روزگارم رو سیاه میکنن. چرا جا زدی؟ مگه من مردم؟ آخه همون روزاش برای نیم ساعت تاخیر بابا گیر میداد، چه برسه الان بعد از قضیه قرص و مهمونی و الان که دو سه ساعت گذشته هیچی، خونم ریخته از حسام. برو خودتو لست نکن، برو بازی رو شروع کن. اومدم برو ببینم. سلام. سلام مادر. سلام و در سلام و مرد. سلام، کدوم قبرستونی بودی تو؟ کجا بودنش به من و پدرت مربوطه، فهمیدی؟ چرا خفقون گفتی حرف نمیزنی؟ آقا رحیم بذار بچه از را برسه بعد سرش داده هوار کن. تو دخالت نکن بگم چی؟ دست درد نکنه آقا، به جای اینکه بزنی تو دهن این پسره گستاخ که حدشو بشناسه به من میگی تو دخالت نکن. سه ساعت مدرسه‌تون تعطیل شده، تا حالا کدوم گوری بودی؟ مادرت راست میگه، دهن تو من صدا تو یار پایین. خیلی خوب مادر، حالا بگو کجا بودی؟ صداش نمیاد؟ گفت کجا بودی؟ اصلا چرا خودت نمیگی کجا میری با کی میگردی؟ چرا اینقدر دیر میای؟ این حرفا کدوم میزنی؟ خب خانم این پسر و اون دختر با هم فرق دارن. بله فهمیدم، چون پسره آزاده هر غلطی دلش میخواد باید بکنه، ولی چون این دختره باید بره بمیره. درست فهمیدم؟ بگو مادر کجا بودی؟ خدا جایی نبود. باز میگه جایی نبودم، میزنم تو دهنت مثل خیار به تفکیا. صداتون تا سر کوچه میاد. سلام بابا. سلام. سلام بابا. سلام مادر. پس چرا حرف نمیزنی مهتاب؟ ترسش داداش، لال شده. ترس؟ از چی میترسه؟ اصلا چرا کسی باید بترسه؟ دلبر و جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر و جانان من. اینا رو تو کتاب خوندی؟ دیگه بنا بشه نترسه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. مهتاب چرا اون روز که میخواستی بری خونه دوستت مهمونی دروغ گفتی؟ میترسیدم. از کی؟ از بابا. حتی بعضی وقتا تو خوابم میترسم. شنیدی بابا؟ وقتی میترسن دروغ میگن. حالا چی آقای وکیل؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ وکیلی؟ ما میدونیم، بفهم. آقا منو ول کن، اصلا من هیچی نیستم. تو هم حرف بزن دیگه، واسه منو نگاه میکنی؟ بگو کجا بودی، خیالشون راحت شه دیگه. با داداش حسام رفته بودیم نهار بخور، ماجرای مهمونی رو یه بار دیگه براش تعریف کرد. و چون میدونسته اگر به شما بگه اون شب داره میره مهمونی شما اجازه نمیدین، میاد به دروغ میگه آقا من دارم میرم خونه دوستم درس بخونم، که بعدشم بنده خدا سر از اون مهمونی کذایی در میاره که اصلا از حال هوای اونجا خبر نداشته. اما همین مهتاب خانم میاد ماجرای مهمونی به من میگه. چرا؟ برای اینکه از من نمیترسه بابا، نمیترسه. ببینم محسن، تو هم از بابا نمیترسی؟ من کاری کردم که بترسم؟ نه. آه یعنی هر اتفاقی میفته میای به بابا میگی؟ همه چیو؟ دیرو بعد مدرسه کجا رفتی؟ بعد مدرسه هم نهار خوردم، بعدش هم رفتم پیک موتوری. آقای وکیل اون حرف آخر اول بزن، شب شد کار داریم بابا جان. چشم، الان عرض میکنم. این موبایلی که الان دسته رو از پول پیک موتوری خریدی؟ آره. آره؟
آره. یعنی از اون دختر خانم هدیه نگرفتی؟ دختر چیه؟ دختر کدوم بود؟ اصلا دختر نمیدونی چیه؟ همون دختر خانمی که باش تو کافی شاپ بودی یادت نیست؟ این حرفایی که میزنه راسته؟ حرف میزنی یا دست کنم تو جیبم موبایل در بیارم عکس‌ها رو به همه نشون بدم؟ راسته تنلش. آره اینا بابا بابا دختره کیه؟ کافی شاپ کدومه؟ تو رو خدا قضیه رو بگو دق کردم. لحظه اجازه بده. ما پشت این دخل نشستیم ذره ذره آبروش هم که پسره. آقا ببین برو که ریخته ده ببینم. برو ببینم. برو دیگه. ما رو باش. ما رو باش. مراقب باش خب. اینم موادش آماده است. فقط غروب که شد این پیازا رو با گوشت تف میدی میریزی تو مایتابه. اون گوشت رو از فریزر در بیار یخش باز شه. مگه تو میخوای بری؟ خب مجبورم برم دیگه. حوصله سینجین خواهرم رو ندارم. شوهر خواهرم هم که چپ چپ نگاه میکنه. نکی تو هم خیلی ازش میترسی؟ اصلا حوصله سوال پیچ شدن رو ندارم. وقت داغ میکنم و بعدش بعدش؟ حالا عده من رو در میاری شیطون. کیه؟ بله یه لحظه صداشون کنم. نیما؟ نیما؟ با تو کار دارن. تو حتما باید من رو تنجو میکشونی دیگه. بگو بگو چی کار داری؟ خب چی کار داری؟ نمیتونم بیام. بگو چیه؟ فضول. چه خبر تو؟ داداشم منو مرجون دیده. خاک بر سرت واسه می ترسیدی؟ نه باید بترسم. بالاخره میفهمم قرصا رو مرجان دادم. چونه بر؟ یعنی تو نمیدونستی؟ من کجا میدونستم؟ مگه تو من گفته بودی؟ تو چه فرقی میکنه اسی شنیدی؟ از اسی شنیدم. تو دهنه تو ما نکنی کسی نمیفهمه، نترس. برن سراغ مرجان سوال پیشش کن که همیشه لو رفته که. وای. آره میخوای چی کار کنی؟ یکی دو شب پیشت میمونم بعد یه فکری میکنم. یکی دو شب برای من میمونی؟ جواب بابامو چی بدم؟ خب بگو دوستمه. چی میشه مگه؟ دوستمه؟ میگه دوستت خونه زندگی نداره؟ هر جفتتون خیلی نامردی. چی داری میگی سهیل خانم؟ به غیر از نیما و مرجان به کی قرص میرسونی؟ چی شد؟ من به تو قرص میرسوندم؟ خیلی آدم بد نامرد باشه که این بلا رو سر خواهر خودش بیاره. حرف نزن بینم. چه ساکت شدی؟ چه؟ گند زدی من جمعش کنم؟ نامرد من به تو قرص میرسونم. هو ولش کن. بس تو من نگفتم. چون خفه شدی خب بگو دیگه. چی بگم؟ بذار ببینم بابا. من اینطوری نمیتونم. من یکی دو روز میرم شما. فعلا. من چه غلطی بکنم؟ بایستا بینم، بایستا بینم. نیما بردو چرا چیه؟ چی شده باز؟ هیچی. دنبال من نزدیک بود بگیرنم. یعنی چی؟ داشتم میگرفتنم دیگه. همشونو کشوندی اینجا؟ نه بابا بعد از ظهر تاله دارم رد گم میکنم. چی همشونو کشوندی اینجا؟ پسر دست پاچی لفتیه کجاست؟ محسن؟ حالا اولش گفتش من دارم میرم شمال، گفتم منم به خودت ببر. اومدیم بریم شمال، گفتش دارم میرم پیش داداشم. از ظهر تاله ما رو آواره کرده تو این پارک مارکا. ای خدا من چه غلطی کردم با شما دوست شده. هرچی درد سر گیر من افتاد. بشین ببرمت فلان خونه یکی از دوستان ببینم چی میشه. زحمت نباشه برد. بشین بابا. چرا دعوا داری داداش؟ عجب. من واقعا تو فهمیدی اصلا چه غلطی کردی؟ تو یعنی اینقدر به فکر آبروی خانوادت نبودی؟ بابا تو کله تو چی میگذره؟ چرا اینجوری تو؟ داداش من نفهمی کردم. خودی نفهمی کردی که همین نفهمی داشت جون یه نفر رو میگرفت. اون یه نفرم کی بود؟ خواهر خوده.
به جون مامان هر کاری بگی میکنم. شما فقط یه کار به من بگو. من کاری نمیتونم بگم. من تنها پیشنهادی که میدم میگم پاشو برو خودتو معرفی کن. اینجوری حداقل از جورت کم میشه. من همه فکر کردم میشه مامانه، اصلا نمیدونم بهش چی بگم، چه جوری بگم. آخه یه سنگ میندازین توی چا 10 تا آدم عاقل نمیتونه در بیاره. چش. هر چی شما بگی. خودم معرفی میکنم. بابا میگم اگه شما یه ذره بیشتر حواست به نیما بود شاید اینجوری نمیشد. دو برادرت دیگه بزرگ شدین. من که نمیتونم کار زندگیمو ول کنم و مراقب شما دوتا باشم. میتونم؟ یعنی اصلا نمیخواید برید دنبالش؟ آخه من از کجا بدونم که اون الان کجاست؟ ها؟ کجا برم دنبالش بگردم؟ الو؟ الو مامان سلام. خوبین؟ سلام حسام جان، الحمدلله. من یه حدوداً نیم ساعت پیشم زنگ زدم خونه نبودین. حالا مامان به احتمال زیاد امشب محسن خونه نمیاد، اینو در جریانش باش. چطور مگه؟ چیزی شده؟ نه یه اتفاق کوچیکی افتاده، امشب باید تو کلانتری بمونه. خدا مرگم بده. نگران نباش مامان. نه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی زندونیش کردن؟ نه امشب و کلانتری میمونه، فردا هم میبرنش دادگاه. یه 4 تا سوال ساده ازش میکنن، براش میبینن هیچ خبری نیست، ولش میکنن میاد. حسام جان هر جوری شده از اونجا بیارش بیرون. شما خیالت راحت باشه، من حواسم به محسن هست. دیگه سفارش نکنم؟ نگران نباش شما، بسپر به من، نگران نباش. قربون شما، میبینم اتون. خداحافظ. خداحافظ، مراقب خودت باش. الو رحیم. این روزها اکنونم در حالم اقراق شده و حالم در پوچی زمان. سکوت‌هایی از اجبار، خنده‌هایی بی انکار. شاید یا که باید طغیان کردم، یا که رنگی می ساختم از بودنم. باز هم روانه ی بازار زندگی می شدم. سکوت های از اجبار، خنده های بی امکار. و چقدر شادی دور شده. من در این تنهایی محکومم، محکومم. تو در این مورد نگران نباشیم، بخشو بذار به عهده من. خیلی ممنونم آقای پیرو، واقعا این قضیه برام سخت شده بود. درک میکنم چی میگی، ولی خطای خواهر و برادر و فامیل همسایه ربطی به تو نداره. راستش از اون روز که میخواستم قضیه محسن رو بهتون بگم هی روم نمیشد، ولی دیدم باید به عنوان برادر مهتاب امروز با خانم مدیر و خانواده کوشکی مواجه بشم. شما نبودین آقای پویا، نمیدونستم با چیکار کنم. در حال من هم به عنوان دوست و هم به عنوان رئیس انجمن اولیا و مربیان ازت ممنونم که این ماجرا رو تا آخر دنبال کردی. هنوز آخرش مونده آقای پویا. برو نگران نباش، درست میشه. برو تو بفرمایید. واقعا اگه اون دختر برای همیشه چشم باز نمی کرد شما چی کار می کردین؟ چجوری با خانوادش برخورد می کردین؟ حالا که خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده. خانم اگه جای خواهر من دختر خودتونم رو تخت بیمارستان پرپر می زد بازم با همین خونسردی می گفتین چیزی نشده؟ من واقعا چیزی نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم شرمنده. چی داره میگه آدمه؟ اونی باید شرمنده باشه که قرصو داده به دختر من، یعنی برادر همین آقا. شما به جای همراهی با مدرسه با دخترتون همراهی میکنید، این اصلا به صلاحش نیست. دختر من برای کارهای زشتش هیچ توجیهی نداره. چیه؟
ناراحت شدی؟ نمیخواستی این حرف رو بشنوی نه؟ با خودخواهیات با بچه بازیات داشتی دختر مردم به کشتن میدادی؟ اگه میمرد چی؟ با چی جواب پدر مادرش من میدادم؟ ها؟ راست میگی بابا، زودتر از اینا توقع داشتم این حرف رو بشنوم. آره من خودخواهم، به خاطر اینکه تو اون خونه به اون بزرگی به جز خودم کسی رو ندیدم، یعنی نبودین که ببینمتون. ماما بابا راست میگه، خیلی بچه، به خاطر اینکه شما بابا بزرگی رو ازم گرفتین، شما بزرگی رو ازم گرفتین. مرجان جون آروم باش دخترم. همیشه دلم میخواست داد بزنم بابا من نمیخوام بچه پولدار باشم، دلم میخواست مثل سهیلا، مثل مهتا یه بار فقط با خانواده بشینم غذا بخورم، بخندی، زندگی کنی. دلم میخواست دوستام من به خاطر خودم دوست داشته باشن، اما شما کاری کردی که کسایی که دوستشون دارم اصلا متنفرن. دلم میخواد دلم میخواست اما الان فقط دلم میخواد بمیرم، دلم میخواد بمیرم. مرمر من هم مثل شما بچه ها رو دوست دارم، اما این دلیل نمیشه که برای هر کار غلطشون بی تفاوت بمونم، باید در مقابل اشتباهاتشون ایستاد. چاره ای نیست. زنگ زدم بگم نگران من نباشی، آبا که از آسیاب افتاد خودم برمیگردم. خب الان کجایی؟ جان بد نیست. بابا چی کار میکنه با بدهیاش؟ هیچ، روز به روز عصبی تر میشه، مخصوصا با وضعی که تو پیدا کردی. بهش بگو نمیخواد واسه من ناراحت بشی. به خاطر تو بردن سوال پیچش کردن، ناراحت نباشه. نسرین اونا دنبال منن، اصلا کاری با اون ندارن. نیما خودتو بدبخت نکن، برگرد خونه. نمیشه خواهر گلم، میگیرم مینزنم زندان. تو دوست داری منو بندازن زندان؟ بد کردی، از همه بیشترم به خودت. تو که میدونی من اصلا تو این خط و خطا نیستم، فقط هر وقت دست بابا شاکی میشدم یعنی قرص مینداختم بالا. کی ای بابا ایلویه دیگه تو هم ایداره قصه تعریف کنی بری. حالا ولش کن نیما، گوش کن ببین چی میگم. داداش مهتاب آقا حسام، اون میتونه کمکت کنه. آره داداش مهتاب حسام. نیما گوش کن ببین چی میگم بهت، فرار فایده ای نداره. آخه تا کی میخوای فرار کنی؟ بلن خدافز خدافز. حالا ما خواهرش اینطوری حرف نمیزن و خیلی کار زشتی کرد. بشین بریم. پسره این نادون داشت خواهرشو به کشتن میداد. من بگو نازنین دختر رو سپردم دست این احمق، خاک تو سرت کنم بچه. حسام جان یعنی چی کارش میکنن؟ کی از اونجا میاد بیرون؟ چون شاکی خصوصی نداریم خیلی مشکلی نیست، ولی اگه شاکی داشتیم حالا باید میدوید. شاکی نداره؟ من یکی ازش شاکیم، شکایت میکنم. اون تو بمونه بپوسه آدم شه. وای نگین تو رو خدا بابا، حسام یه کاری کن زودتر بیارنش بیرون. راست میگه حسام جان، یه کاری کن زودتر بیارنش بیرون. ما شانسی که آوردیم اینه که محسن سوء سابقه نداره، بعدش هم چون هر قصد و عمد این کارو نکرده میشه یه کارایی براش کرد. نمیخواد کار کنه، زحمت نکش، بذارم تو بمونه، بذارم اون آدم شه، من باباشم دیگه، بذارم تو بمونه. آخره را